در تازه ترین مورد ولسوالی ساغر ولایت غور بدون درگیری به گروه طالبان واگذار شده است. در ولایت بلخ نیز ولسوالی زاری به دست طالبان افتاده است. والی بلخ میگوید که قرار فیصله شورای نظامی ولایت بلخ مرکزها و پاسگاه هایی که در معرض خطر مخالفین بوده و توان اکمالات زمینی و هوایی آن مشکل باشد، نیروهای امنیتی از این ساحات به مکانی که رسیدگی با آنها آسان باشد انتقال میگردد. به گفته والی بلخ، افزایش جنگ در ولایات فاریاب و سرپل تأثیر بد بالای روح مردم بلخ دارد و اکنون 8 ولسوالی بلخ به شمال ولسوالی شلگره در معرض تهدید بلند امنیتی قرار دارد. 8 ولسوالی ما زیر تهدید بلند قرار دارد. ولسوالی شلگره هم در معرض تهدید قرار دارد و چندین بار که طالبا در اونجا عمله کردن از طریق اجراعات هوایی و زمینی به طالبا تلفات سنگین وارد شده. در همین حال باشندگان ولسوالی شلگره در یک تماس تلفنی از سقوط و تخلیه پاسگاه های شرق و غرب دریای شلگره توسط دولت خبر داده، میگویند اکنون مخالفین دولت در پاسگاه های امنیتی مسکن گزین شده و مردم از وضعیت بد امنیتی نگران هستند. اگر مسئولین امنیتی ما توجه بیشتر به این مسئله نکنند، ما باز هم تاکید میکنیم که ما شاهد سقوط دیگر ولسوالی ها و یا شاید روزهای سختتر از این را ببینیم. ما خواهش میکنم از جناب کماندان صاحب محترم قول اردو، از وزیر صاحب محترم دفاع، از وزیر صاحب محترم داخله، از وزیر صاحب، از رئیس صاحب عمومی امنیت ملی که هر چه عاجل و از امکانات دست داشته استفاده شود و نیروی کمکی یا کماندو نبره. در حالی که 8 ولسوالی ولایت بلخ در تهدیدات بلند امنیتی به سر میبرند، فرمانده پلیس بلخ اما میگوید که برای بازپسگیری ساحات از دست رفته برنامه بازسازی نیروهای امنیتی را روی دست دارند. پس نیروهای خود ما منسجم میکنیم. نیروهای خود منسجم میکنیم. ما میال شما شاید هستیم که ما جلسه شورای نظامی داشتیم به خاطر بازپسگیری از او. ممکن قریب پلانشان میشه و باز عملیات میکنیم، دوباره ان شاء الله میگیریم. این در حال است که در نتیجه عقب نشینی نیروهای امنیتی از ولسوالی زاری ولایت بلخ، این ولسوالی به دست گروه طالبان افتاده و همچنان نیروهای امنیتی از پاسگاه‌های امنیتی در روستاهای خاکباد و ناقلین در شرق دریا و پاسگاه‌های نیروهای دولتی در روستای بودن قلعه و شیخ‌ها در غرب دریای ولسوالی شلگره عقب نشینی نموده و به مرکز ولسوالی نقل مکان کردند.